بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اذن بیننده السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. در دوشنبه شب دیگر با برنامه بازخوانی تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم و همان گونه که میدانید این برنامه هدفش اینه که به تاریخ بگیم به تاریخ درخشان این امت بپردازه و مقوله معروفی از سلف ما داریم که میفرمایند اذا اراد الله امرا هيئ له اسبابه، اگه خداوند امری رو بخواد بالاخره و تحولی رو بخواد اسباب و زمینه های اونو فراهم میکنه. و خداوند متعال برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین انسان ها رو برگزید برای اینکه شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم رکاب با او باشند و اونها صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعینه. و از میان صحابه 4 تا رو به عنوان نخبه و گزیده آنها برگزید. شایسته ترین صحابه که آنها خلفای راشدینند و آنها شایستگی اینو پیدا کردند که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم رهبری و زمامداری امت رو بر عهده بگیرند، چرا که الله متعال حفاظت از دین خودش را ضمانت کرده و همیشه و در هر عصری افرادی را برمیگزینه و انتخاب میکنه برای اینکه دین الهی را نشر بکنند و اون خلوص دین الهی را حفظ بکنند و اونو به نسلهای دیگه منتقل بکنند. و علارغم تمام مبارزاتی که با دین الهی و با حق شده و با قرآن و سنت در طول تاریخ بشری انجام گرفته و انواع اسالیب و ابزارهایی که در این مورد به کار گرفته شده برای خاموش کردن نور الهی، اما الله دین خودش رو به جلو برده و نور الهی پرتو افکنی کرده و حق و هدایت و اسلام در عصرهای بعدی و تا زمان ما به همه رسیده و ضربات و حملات و هجوم ها نه تنها این امت رو از پای در نمیاره، بلکه آنگونه که مجاهد بزرگ عمر مختار رحمه الله میفرماید ضربه ای که کمر تو را نشکنه اونو قوی تر و راستر خواهد کرد. و به حول و قوه الهی این امت به سیر خودش ادامه خواهد داد و آینده از آن این امت و سرانجام نیکو از آن پرهیزگارانه. و در این برنامه در خدمت استاد عزیز و گرامی استاد حسینی عزیز هستیم و در مورد شایسته سالاری در نظام خلافت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بحث خواهیم کرد. استاد حسینی گرامی خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم. در خدمت صحبت ابتدایی با بینندگان داشته باشید تا بسم الله الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله. خدمت همتون عرض ادب و سلام دارم. در حقیقت صحبت کردن درباره شخصیت ابوبکر صدیق رضی الله عنه برنامه های زیادی میخواد، نه به خاطر این است که ما یک این شخصیت رو بخواهیم بالاتر از آنچه که هست قرار بدیم یا بخوام در مورد او غلوف کنیم، بالاخره یکی از شخصیت‌های بسیار مهم و تأثیرگذار در تاریخ اسلامی بلکه در تاریخ بشریت هست. درست. چرا که اسلام دیگه بعد از ظهورش بر جامعه بشری تأثیر گذاشت، بر جهان تأثیر گذاشته و خواهد گذاشت. درست. و دینی است که به عنوان آخرین دین هست، دینی است که برگزیده خداست و خدا از این دین راضی شده و از بندگان هم خواسته که این دین رو قبول کنند، در راه رساندن این دین به دیگران سعی و کوشش کنند. پس در حقیقت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم چهره‌های تمدن اسلامی نیستند، بلکه چهره‌های تمدن بشری هستند. خدمتی که به بشریت کردن اینو باید انسان مد نظر قرار دهد که در رأس اونها بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم همطور که اشاره کردید خلفای اربعه هستند، خلفای راشدین هستند که رسول الله صلی الله علیه و سلم از آنها به خوبی یاد فرمودند و به ما هم سفارش کردند که بر راه و روش اینها بمونیم، چنگ بزنیم، با دندان هامون به این راه و روش چنگ بزنیم. بله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه شخصیتی بسیار بزرگ والا و
کسی بود که در زمان خودش شخصیت بسیار مناسبی بود که کسی دیگه نمیتونست جای این شخصیت رو پر کنه. همونه که خداوند فرمودن که جعل الله لكل شيء قدرا، بله، خداوند برای هر چیزی یک قدری قرار داده، همونطور که یک ظرفیتی براش تعیین کرده. بله، همونطور که به حضرت موسی فرمود که واصطنعتك لنفسي و جئت على، و فرمود که وجئت على قدر يا موسى، در زمان مناسب اون چیزی که اندازه گیری شده، وقت مناسب تو اومدی، الان زمانش هست. بله. پس انتخاب ابوبکر صدیق رضی الله عنه در زمان خودش بسیار بسیار مناسب بود. کسی دیگه جا انتخاب میشد وضعیت بحرانی میشد و نمیتونست جایگزینی برای ابوبکر باشه. بله. بسیار انتخاب وزینی بوده که توسط اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم رخ داد. واقعا ابوبکر رو میشناختن، میدونستن که این مرد، مرد این زمان هست، مرد این برهه است که بحران سر تا سر منطقه را در بر گرفته و شرایط حساسی بر امت حاکم حاکم هست و تنها کسی که میتونه از پشت این بحران ها در بیاد و میتونه کشتی امت را به سلامت به بر امان برساند، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی. به این خاطر واقعا که خلافتش رحمت و برکت بود و میبینیم که بعد از این که حروب رده را به پایان میرسونه، با دو امپراتوری بزرگ مقابله میکنه در آن واحد، با اینکه نیروهای چندانی هم نداره، اما با هر دو وارد درگیری میشه و میتونه هر دو را شکست بدهد. بله. یعنی این استراتژی که او داشت، نابغه بود در تصمیم گیری ها و افراد نابغه هم که با او بودند، درست، بزرگ مردانی که با او بودند، چه کسانی که به عنوان مشاورین او در مدینه بودند و چه کسانی که به عنوان فرماندهان او در میادین جنگ بودند و چه کسانی که در ارتش او بودند. بله، فرماندهان و سربازان و همه واقعا انسان هایی بودند که اگه انسان نگاه کنه فقط میتونه بگه واقعا نابغه بودند، به خصوص فرمانده ارتشش در شام، در عراق در ابتدا و سپس در شام، خالد ابن ولید رضی الله عنه، که واقعا بله. انسان وقتی میخونه میدونه که چه نابغه‌ای بوده و چه کسانی را ابوبکر اونها را انتخاب میکرد برای اداره جنگ ها. حالا جالب اینجاست استاد سنگرانی، وقتی ما در سیره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میخونیم، ایشون رو به عنوان یک شخصیت، حالا بگیم بردبار و حلیم و نرم و یعنی شخصیتی که مهربان اینجوری یعنی به ما معرفی شده، اما در سوی مقابل ما نگاه میکنیم میبینیم که در غزوات، در موضع‌گیری ها، حتی موضع‌گیریش بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی موضع‌گیریش با، یعنی حتی صحابه هایی مثل عمر رضی الله عنه که به، حالا بگیم به شدت معروف بودن ایشون، علی رضی الله عنه اونجا نمیتونن باور بکنن، اما ابوبکر رضی الله عنه راسخانه و با شجاعت تمام میسته و میگه رسول الله صلی الله علیه و آله انسانی بوده که از دنیا رفته، یعنی کسی که رسول الله رو میپرسته، رسول الله از دنیا رفت و الله متعال صاحب شریعت و صاحب کتاب و خالق ما هست و بین ما وجود داره. بیویژه موزگیری ایشون در غزوات، در جهادها، در ارسال لشکر اسامه و همه اینها، در حقیقت در کنار یک شخصیت نرم و بگیم بردبار، ما یک شخصیت شجاع و یک شخصیت با صلابت و جدی رو میبینیم. و از موارد دیگه اساسن گرامی که شما حالا بهش اشاره هم فرمودید و این که، و اونم این که ابوبکر رضی الله عنه در زمان مناسب و مکان مناسب اومد و شخصیت مناسب بود. اما چیزی که مشهوده در حالا سیره ایشون و تاریخ حالا خلافت ایشون اینه که در تعیین والیان و فرمان، حالا بگیم فرمان روایان خودشون، زیر دستان خودشون هم انگار همین اصل رو رعایت میکردشون، یعنی تعیین اشخاص مناسب در جای مناسب. اولا سوسن ایرامی از این شروع کنیم که ابوبکر رضی الله تعالی عنه، اولا خود اصل شایسته سالاری، حالا ما اسم برنامه رو این گذاشتیم، چه اهمیتی در دین ما داره و یعنی از چه جایگاهی برخورداره که افراد مناسب برای جایگاه مناسب و پست مناسب انتخاب بشن. بله، مسئله که اشاره کردی در مورد شخصیت، اولا ابوبکر صدیق رضی الله عنه، رضی الله عنه، همین مسئله بازخوانی تاریخ برای همینه که واقعا شخصیتی که
میبینید امکان داره یکی از جوانب شخصیتیش بارز کرده شده، برای همه مردم این گونه برداشت شده، اما جوانب بسیار حساس و مهم دیگهش بررسی نشده، مطرح نشده. واقعا به این شخصیت ظلم شده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه شخصیت بسیار قوی و متین بوده، در به خصوص در موقع سختی ها و شدت ها. اینه که انسان بتونه در موقع سختی بیستد، این بسیار مهم هست که این شخصیت ابوبکر داشت. من دو مثال میزنم. یه مثال که شما زدید در مورد بعد از وفات رسول الله، بله، که شخص واقعا خیلی سنگین بود برای اصحاب رسول الله، قابل تصور نبود و قابل باورم نبود، اصلا باور نمی کردن. بله. خب همه براشون سنگین بود، چه عمر، چه عثمان، چه علی، چه طلحه، چه زبیر، همه. تو وقتی خبر به ابوبکر میدن، میاد با قدم‌های راسخ اول میره پیش رسول الله. بله. پیشانی پیامبر رو میبوسد و میگه که در مرگ تو زندگیت همیشه پاک هستی، طیب هستی. بله. بعد میاد میگه که ای مردم، رسول الله فوت کرده. من کان یعبد محمدن فان محمد همون شد. رسول الله وظیفه خودش رو انجام داده رفته، الان ما موندیم دیگه. بله. نگون همین که یک شخصیت بلند میشه، زمام امور رو فوری به دست میگیره، همه رو ساکت میکنه. اون ترس، دلهوره، استراب، پریشانی که بهشون دست داده بود، همه رو از بین میبره با یک سخنانی خیلی کوتاه. بله. این شخصیت قوی بوده، نابغه‌ای بوده در حقیقت. مثال دوم ما وقتی که در صلح حدیبیه میبینیم. بله. خب خیلی برای اصحاب سنگین بود، همه، چه حضرت عمر، چه حضرت علی و باقی اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین، که با مشرکانی که این همه بهشون ظلم و ستم کردن، این صلحی که شد، آره، در ظاهر این صلح خیلی به ضرر مسلمان ها بود. وقتی که حضرت عمر میره پیش ابوبکر میگه که مگه ما بر حق نیستیم؟ میگه بله. میگه پس چرا ما باید تن به ذلت و پستی بدیم با این بندهایی که در این صلحنامه هست؟ در این صلحنامه وجود داره. بله. میگه که این پیامبر خداست، این زم غرزه. بله. این از نزد خودش این کار انجام نداده، پیامبر خدا ساکت شد، خودسرانه کاری رو نمی کنه. وقتی میره پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، همین رسول الله صلی الله علیه و سلم به عمر میگه که من بنده خدا هستم، من فرستاده خدا هستم. ناگهان جوابی که ابوبکر صدیق میده این جوابی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم، این شخصیتی است که در این حتی مرحله بحرانی که همه اصحابو ناراحت کرده، احساس اینه دارن که ظاهر این صلح به ضرر مسلمان هاست، اما ابوبکر صدیق، چرا بهش گفتن صدیق؟ آخه از اون زمانی که با پیامبر بود بدون این گونه هیچ شک و تردید به پیامبر ایمان میاره. میگه الان دیگه جایی نیست که من بهش بار دیگه شک و تردید داشته باشم، پیامبر خدا به دستور خدا این کار انجام، با این خدا پیامبرش راه نخواهد کرد. بله. که بعد میبینیم بعد در حال برگشت از صلح حدیبیه، سوره فتح نازل میشه که از این صلح به عنوان فتح مبین، فتح واضح و آشکار یاد میشود. بله. این شخصیت شخصیتی است که واقعا برای جامعه اسلامی شناخته شده بود، میشناختن همه، حتی مشرکین نگم جایگاه خاصی حتی در نظر میدونستن که ابوبکر چی موقعیتی در جامعه اسلامی داره بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم. بدین خاطر میبینیم که در جنگ احد ابوسفیان میگه که آیا محمد در میان شما زنده هست؟ هست هنوز. ابوبکر هست. بعد میگه عمر هم هست. میدونست شخصیت های کلیدی کی هستن. ابوبکر رضی الله عنه وقتی که به خلافت میرسه، ببین به بحث خودمون، بحث شایسته سالاری در نزد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، حضرت ابوبکر رضی الله عنه وقتی نیا کنید، تمام ولاتی که بودن، فرماندهانی که بودن، هیچ کسی را عزل نمی کنه، چون از زمان رسول الله بودن، اونایی که بودن سر جای خودشون میمونن. چرا که وقتی رسول الله اونها را انتخاب کرده، حتما شایستگی اینو داره. بله. لیاقت اینو داشتن. رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را انتخاب کرده، تموم شد. بله. هیچ حتی اگه یه زمانی میخواست فرماندهی، فرمانداری رو عزل بکنه، استانداری را جا به جا کند، بله، باش مشورت میکرد با خود همون، با خود کسی که پیامبر اونو منصوب کرده بوده، فرستاده بوده به فلان جا، مشورت میکنه که آیا میری فلان جا
نظرت چیه؟ پس چون اعتقاد به شایسته سالاری داشته، میدونسته که این اینها انسان‌های شایسته ای هستند که رسول الله همیشه بر اساس شایستگی فرد اونها را انتخاب میکرد. هیچ وقت به خاطر اینکه از خیشاوندانش هست، میبینید که رسول الله صلی الله علیه و آله خیشاوندان خودش رو صلی الله علیه و سلم مأموریت و مسئولیت ندادن، پست ندادن. بله. ببین چرا حتی در مسئله جمع‌آوری زکات درسته اصلا اجازه ندادن، حتی اونهایی که هم پیمانان بنی هاشم هستند توی مسئله زکات اونها را سهمی نداد، مسئولیتی نداد. آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، اصلا اینها که بله، بعد حتی هم پیمانانشون، بله، اونهایی که هم پیمانانشون حتی اجازه نمیدادن، بله، که سوء استفاده نشود. شایسته سالاری داشتن که چه کسی شایسته این مقام هست، این پست هست، بله، مصلحت جامعه در چی هست. نگاه نمی کردن که حالا خب این فلانیست، خیشواندان من هست، ابدا، هیچ وقت، هیچ عنوان. بدین خاطر می بینیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابوذر میگه، در مورد ابوذری که می فرمان که انسان بسیار صادقی است، صادق ترین فرد هست، میگه ای ابوبکر، ای ابوذر، تو ضعیف و ناتوان هستی در اداره امور، تو برای امارت ساخته نشدی، اهل حکومت داری، ولایت داری نیستی، بینا نزدیک نشو، بله، حکومت نکن. اما چی میفرمون در موردش؟ فرمون که خیلی انسان صادقی است، اما فرمون در این جانب ضعیف است. بینا خاطر پست بیش ندادن. یعنی در حقیقت هر کاری مرد خودشو میتره، بله. و حالا یعنی در حقیقت میگن امروز، حالا چیزی که شایعه در حالا مسائل مدیریتی یا کشورداری، میگن که انتخاب باید بر اساس ضوابط باشه و نه روابط، بله. نه اینکه حالا فلانی مثلا یه نفر اومد سر کار، یا حالا استانداری، فرمانداری، وزیری، حالا هر پست و مقامی که حالا داشت، بیاد دیگه ایل و تبار و قوم و خیش و هر که هست نگاه نکنه به این که تخصص داره نداره، بلده بلد نیست، از پس این کار بر میاد بر نمیاد دیگه، چون قوم و خیشند و نزدیک هستن، همه رو بیاره سر کار مثلا، و همه دوروبری خودش رو از اون نزدیک های خودش قرار بده. بله، چون مسئله شایسته سالاری دیدی که ابوبکر، خلفای راشدین به قضیه امارت و حکومت داشتن به عنوان یک امانت هست، بله. و گفتیم خود را به عنوان کارمندان مردم می‌رسند، بله. و همیشه سعی می‌کنند که بهترین ها را انتخاب کنند در خدمت کردن به مردم. براشون مهم نبود این شخص کیه، مهم این که توانایی رو داشته باشه، توانایی این که طرف بتونه واقعاً، نه این به خاطر نسب، نه به خاطر موقعیتی که مثلا در جامعه داره، جامعه داره، مگر اینکه واقعا شخص شایسته ای باشد. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم، حتی خود ابوبکر رضی الله عنه، افرادی که واقعا شایسته بودن از قوم خود، از خودشون، بله. به عنوان حاکم و فرماندار انتخاب میکردن، بله، به اونها میسپردن، شایستگی شداشن، شایسته بودن، میدونستن که میتونه اداره کنه یا اداره کرده. حالا جالب اینجاست، ساسانی گرامی خورده ای که بر سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه یعنی گرفته میشه، حالا بگیم برخی از روافض یا دشمنان صحابه این خورده رو میگیرن، میگن که متاسفانه حتی بعضی از خود ما هم متاثر شدن، یعنی اهل سنت چه بسا در بیان مسائل تاریخی، و یعنی اجحاف کردن در حق صحابه، بگیم که میگن عثمان رضی الله عنه بستگان و خیشان خودش رو تو سیستم حکومتی آورده، در حالی که حتی در میان والیان عثمان رضی الله عنه که اونها را تعیین کرده، میگن دوروبر 11 تا والی تعیین کرده ایشون، و فقط 3-4 نفر اونها از بستگان عثمان بودن، که در حقیقت این 3-4 تا هم آنگونه که شما فرمودید شایستگی اینو داشتن، یعنی همونجا هم بر اساس شایسته سالاری بوده. و حضرت علی هم رضی الله عنه وقتی که اطرافیان خودش انتخاب میکنه، به خاطر اینکه شایسته بودن. عبدالله بن عباس مثلا وقتی که انتخاب میکنه برای والی بصره باشه، یا برادرش عبیدالله، هر کدام که انتخاب کفر کردن، به خاطر اینکه واقعا انسان‌های شایسته بودن، و نیروهایی که مورد اطمینان باشه میاد
انتخاب کرد دیگه. بله. نیرویی که شایسته و وفادار هست. درسته. خب اوضاع دیگه فرق کرد، مثل اوضاع زمان ابوبکر عمر دیگه نبود، یا مثل اوضاع حتی زمان حضرت عثمان نبود دیگه. اواخر خلافت حضرت عثمان این شورشی ها و اوباش ها اومدن کارها رو انجام دادن دیگه. در زمان خلافت حضرت علی رضی الله عنه اوضاع خیلی بحرانی بود دیگه. درست. جنگ داخلی دیگه رخ داد و فتنه ها سر بلند. بله، جنگ های داخلی بود. بله. اینجا بود که حضرت علی رضی الله عنه افرادی که انتخاب میکرد، مثلا وقتی محمد ابن نمیخواست بفرسته به مصر، چون میدونست که شایستگی اداره مصر رو نداره. بله. اما ناچارن این کار انجام داد زیر فشار اطرافیانی مثل مالک اشتر، اینها، این گروه. بله. اینها که روس فتنه گروه های فشاری که در حکومت بودن. بله. و حضرت علی از اینها واقعا متعذی بود. اینها باعث میشدن که مثلا فلانی را به عنوان حاکم قرار بیاد، در حالی که حضرت علی رضی الله عنه میدونست که این شخص نمیتونه. شخصت علی رضی الله عنه، علی رضی الله عنه بالاخره بعد سیاسی داشت، میدونست که اینها نمیتونن اداره کنه. شایستگین اداره رو نداره. بله بله. خب پس اصل در قضیه اینه که در اسلام هم شایسته سالاری است. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمودن که اولین چیزی که در امت از بین میره مسئله امانت هست. چه امانتی؟ امانت در مسئله به خصوص امور سیاسی هست، در قضاوت هست، در مردمداری است، مملکت داری است. بله. که اینها دیگه اولین چیزی که برداشت میشه این هست که واقعا مثلا میبینیم که دیگه بعد از اون کم کم در زمان اموی ها و بعد عباسی ها همینطوری که میاد دیگه، بعض خیلی جاها میبینیم که به خاطر اون بحث شایسته سالاری دیگه اون رنگ و سبقه خودش رو از دست میده، برمیگرده بیشتر دیگه به سری حساب‌های دیگه که هست که دیگه به خاطر شرایطی که پیش میاد. بله. ما مثلا اینها به خاطر شرایطی است که پیش اومده، ما نمیگیم که واقعا اینها عمدن این کارو کردن. حالا مثلا با دید مثبت به این قضیه نگاه کنه، آره سیاه نگاری نکنه، میگیم که به خاطر شرایطی که بود اینها هم ناچار شدن دیگه از خیشاوندان خودشون بیشتر استفاده کنه. و البته ساسانی گرامی، حالا شما به این قضیه پرداختید، دست بنی امیه و بنی عباس که انشالله حالا اگه الله توفیق بده ما چه بسا برنامه هایی در این مورد هم داشته باشیم، به عصر اونا هم برسیم. و اونم این که با تمام اجحافی و حالا سیاه نمایی که در مورد اینا میشه، اما وقتی به دستاوردهای اونها نگاه بکنیم، دستاوردهای واقعا بزرگیه، یعنی در زمینه علم و پیشرفت و ترجمه و مراکز علمی و یعنی خیلی از علوم مسلمین حتی در زمان اونها منتشر شده به اقصی نقاط دنیا و از خیلی جاهای دور می اومدن تو مراکز اسلامی علوم و فرا می گرفتن و یک عصر بگیم پیشرفته ای بوده با تمام حالا سیاه‌نمایی که در مورد اون دوران شده. بله. اما بازگردیم به دوره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه. همونطور البته خداوند هم در قرآن کریم میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند به شما دستور داده که امانت ها را به اهلش بسپارید. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سوسنی گرامی در تعیین حالا والیان یا زمامداران خودش ایشون چگونه عمل کرد و چه کسانی را بر چه مناطقی گماشت؟ بله، گفتیم که تمام کسانی که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم پست‌هایی داشتن، اونها را بر پست‌هاشون نگه می‌داره. بله. چون می‌دونستن که اینها شایستگی داشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را در این پست قرار داده. بدین خاطر هیچ گونه تغییر و تبدیلی به وجود نیاوردن و اگر میخواستن بنابر نیازی که میدید فردی را جابجا کند، از او اجازه میخواست، باش مشورت میکرد که آیا بله. میتونی برید فلان جا یا همینجا میخوای بمونید. بله. با مشورت طرف بود بار دیگه، چون قضیه این بود که انتخاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. نکنید احترامی که ابوبکر رضی الله عنه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم و انتخاب رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتن. بله. نیومدن دیگه خودسرانه عمل کنند و بخواهند کسانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم اونها را انتخاب کرده بود اونها را عزل کنند، نه،
حتی در جابجا کردن اونها باشون مشورت میکرد، ازشون نظر میخواست که نظر شما چی هست، شما مصلحت رو در چی میبینید. پس در حقیقت انتخاب ولاد در ادامه همون انتخاب زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، مگر حالا جاهای جدیدی که دیگه فتح میشده و نیاز به تعیین والی بوده که دیگه اون هم با مشورت هایی که میشد غالبا. میان برنامه انشالله میبینیم استاد حسینی آمده هست و ادامه میدیم. بله. ازان بیننده با هم میان برنامه را خواهیم دید و خدمتون برخواهیم گشت. چرا ابوبکر رضی الله عنه در انتخاب جانشین رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشترین آراء مسلمانان را کسب نمود؟ یک، قبل از نبوت دوست صمیمی و هماندیشه رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. دو، وی در مکه از تاجران و سران قریش محسوب می شد. سه، وی اولین مردی بود که اسلام را پذیرفت. چهار، وی تمام اموالش را در راه آزادی برده‌های مسلمان اعطا نمود. پنج، او اولین کسی بود که در دفاع از پیامبر در مکه با مشرکین درگیر شد. شش، او تنها کسی بود که بیدرنگ سفر اسراء و معراج رسول الله صلی الله علیه و سلم را تصدیق کرده. هفت، پیامبر وی را برای همراهی خود در سفر هجرت انتخاب نمود. هشت، او در پیشی گرفتن در انجام کار خیر شهره بود. نو، پیامبر به کثرت از او و خدمات و مشورتهایش تجلیل می نمود. ده، وی در امور مهم مشاور همیشگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. یازده، رسول الله صلی الله علیه و سلم او را صدیق و همچنین خلیل خود یعنی برترین دوستش معرفی کرده است. دوازده، او در همه غزوه ها همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم شرکت نموده است. سیزده، خداوند در قرآن وی را به عنوان یار مؤمن پیامبر در غار معرفی نموده است. چهارده، رسول الله صلی الله علیه و سلم در ایام بیماریش او را برای امامت نماز مسلمانان انتخاب نمود. پانزده، پس از وفات پیامبر با سخنرانی خود توانست آرامش را به جمع مسلمانان باز پسآورد. نتیجه همان شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش بینی نموده و فرموده بودند: و یعب الله المؤمنون الا ابا بکر. الله و مؤمنین کسی جز ابوبکر را انتخاب نخواهند کرد. روز سه‌شنبه 13 ربیع الاول 11 هجری مسلمانان با ابوبکر صدیق رضی الله عنه به عنوان جانشین پیامبر و اولین رئیس دولت اسلامی بیعت کردند.
عرض سلام دوباره خدمت شما عزیزان بیننده، و انشالله از این بعد شما میتونید با شماره که عزیزان ما در اتاق فرمان زیر نویس میکنن تماس بگیرید و در برنامه خودتون مشارکت داشته باشید. اما استاد حسینی عزیز و گرامی، عرض خسته نباشی خدمت شما. و این که حالا ما چیزی که الان در حالا سیستم های حکومتی حکومت داری میبینیم و حالا رایج اینه که اگه استانداری یا فرمانداری یا والیی برای جای انتخاب میشه، یک سری مسئولیت ها به او داده میشه و یک حالا بگیم هیته و محدودی اختیاراتی بهش داده میشه و داره. ابوبکر رضی الله تعالی عنه که والیان خودش رو بر اساس اصل شایسته سالاری انتخاب میکرد، چه مسئولیت هایی به اونها میسپرد و حدود اختیارات اونها چه بود؟ بله، در این میان برنامه که بخش شد، نهایتاً سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی زیبا بود که فرمودن که یأبی الله والمؤمنون الا ابوبکر. الا ابوبکر. بله. چطوری خدا ابا می کند که غیر ابوبکر انتخاب شود؟ بله. ابای خدا یعنی قانونی که خدا قرار داده که برای شایسته سالاری بهترین ها بایستی رهبری جامعه را به عهده داشته باشند، شخصیت هایی که واقعا توان اداره دولت را دارند. بله. یعنی قانونی که خدا قرار داد که چه افرادی شایسته این مقام هستند، درست، که انتخاب این افراد باعث صلاح جامعه می شود، باعث رشد جامعه می شود. بله. و از حریم جامعه دفاع خواهد شد. این قانون خداست، این قانون خدا این هست و مؤمنان هم بر اساس این درک و فهمی که از قرآن دارن، از آموزه های رسول الله صلی الله علیه و سلم دارن، غیر از ابوبکر رو کسی انتخاب نخواهند کرد. بله. میدونن که تنها شخصیتی است که شایستگی داره. این خاطر به ابوبکر میگفتن خلیفه رسول الله. درست. خلیفه رسول الله هستی، یعنی جانشین رسول الله در اداره امور هستی. بله. بله. حالا مسئولیت های والیان اول. اولین مسئولیت این که خود حکام داشتن و والیان هم داشتن، مسئله برپا داشتن نماز بود و امامت دادن به مردم و مسئله یاد دادن دین به مردم بود. بله. همه اینها از ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. خداوند در مورد رسول الله فرمود که و یعلمهم الکتاب والحکم و یزکیهم، به اونها قرآن و حکمت یاد بدهد، اونها را پاک کند. درست. اولین مسئولیت یک حاکم این است که همیشه مسئله نماز خود رسول الله به عنوان فرد بوده که اقامه نماز با او بودند. در مسجد مردم. مرکزی شهر، مسجد رسول الله، همیشه خود رسول الله پیش نماز بودن. صلی الله علیه وسلم. اقامه نمازها، نمازهای جمعه، نمازهای عید بود، اگه استسقایی بود، هرچی که بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم برپا می داشتن. بله. هر خب به یارانشون هم یاد می دادن از قرآن، از راه و روش عملی خودشون، با راه و روش عملی، با گفتارشون. و هر کس هم که تازه مسلمان می شد، بیارانشون میگفتن که قرآن یادشون بدید، نماز یادشون، احکام دین یادشون بدید. بله. هر کی ایمان می آورد. پس این مهمترین وظیفه است، یعنی تعلیم و آموزش، امامت در رأس دادن کارها. آره، ببین، خاطر رسول الله صلی الله علیه و آله وقتی که بیمار میشه میگه که جای من ابوبکر نماز بخونه. بله. جانشین من در نماز ابوبکر باشه. در حقیقت قرینه ای برای اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم شایسته ترین شخص بعد از خودش رو ابوبکر میدونه. همین هم بهش استشهاد شد دیگه، به عنوان یک از قرائن که وقتی که رسول الله راضی شد ابوبکر به عنوان امام ما در امور دینمون باشه، چرا ما او رو به عنوان اماممون در امور دنیویمون قرار ندیم؟ درست. انتخاب رسول الله در امامت بوده. بله. در این مدتی که بیمار بوده خیلی پست مهمی است، یعنی پست همه انبیا این بوده که همیشه امامت رو به عهده داشتن. درست. پیشرو بودن، در جلو بودن، به اونها اقتدا میشد و این در طول تاریخ تقریبا بوده. تا مدت ها این بوده که والیان همیشه به عنوان کسا بودن که امامت نماز، امامت جمعه، امامت نمازهای عید، یاد دادن مردم دینشون. دین. یا مثلا حضرت عمر وقتی که ازش خواسته میشه که یکی رو بفرسته برای تعلیم دادن امور دین به کوفه بفرسته، عبدالله بن مسعود انتخاب میکنه، میگه کسی رو میفرستم که خودم خیلی بهش نیاز دارم، دوستش هم دارم. بله. ولی ناچارم میفرستمش پیش شما.
به خاطر اینکه دین یادتون بده. درست. پس مهمترین وظیفهشون این بوده که مرد به مردم دین یاد بدن. پس انسان‌های تاراجگری نبودن، دنبال غنیمت نبودن، دنبال کشت و کشتار نبودن، قدرت طلب نبودن. بله، نمی‌خواستن فقط کشورها را فتح کنن، مردم را زیر بردگی خودشون بودن. هدفشون آزاد کردن مردم بوده، یاد دادن دین به مردم بوده، یاد دادن اخلاق به مردم بوده. و این مهمترین وظایف انبیا بوده که یاران رسول الله صلی الله علیه و آله و یاران انبیا بعد از خودشون انجام دادن. پس در حقیقت اولین وظیفه و حالا بگیم در رأس وظایف و در رأس کارهای والیانی و فرماندارانی که ابوبکر رضی الله عنه اونها رو تعیین می‌کرده، امامت نماز و آموزش دین به مردم. این اولین بوده. حتی اولین. بله، حتی نه اونایی که در فرماندهان جنگی در میادین جنگ خودشون به عنوان امامان نماز بودند. بله. امامت نماز به عهده فرماندهان بوده، مگر اینکه فرمانده کسی را مثلا میگه که شما نماز امام نماز باشید یا خودشون نیستن. درست. پس خیلی مسئله مهمی است امامت نماز، که اگه الان امامت نماز اون موقعیت خودشو از دست داده، اما در حقیقت خیلی بزرگ هست. درست. امامت نماز، یاد دادن و یعلمهم، بهشون یاد میداد. استاد حسین گرامی، این یعنی یک چیز دیگه هم به ما میآموزه و اهمیت مساجد، زنده کردن نقش مساجد و اهمیت آموزش و تعلیم و تعلمه. یعنی بله، دین ما به ما میگن امت اقرا، ما امت اقرا نامیده شدیم، چرا که اولین آیه‌ای که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده دستور به خواندن میده. بله. و در حقیقت یعنی اصل اینه که این امت در این زمینه پیشرو باشه، یعنی از همه در زمینه تعلیم و تعلم و آموزش و علم و فناوری از همه جلو بزنه. ولی متاسفانه ما الان یعنی حالا در امروز خودمان نگاه بکنیم، در این زمینه ها چه بسا از خیلی جوامع دیگه عقب افتادیم. در این زمینه خیلی مهم. بله. چون این بحث تزکیه نفس هست و اینکه اینها به عنوان کسانی هستند که مشعلداران نور و هدایت هستند. بله. در این خاطر امامت خیلی در نزدشون مقام و منزلت والایی بوده. درست. امام می شده، مردم پشترش می سدن، مثلا حتی رو جنازه وقتی نماز می خوندن، خب خیلی مقام والایی بوده که والی خود به عنوان بله. پیش نماز هم بوده. این یکی. مسئله دوم که از مسئولیت‌های والیان بوده، مسئله جهاد بوده، جنگ با دشمنان بوده. خب حالا بالاخره اینها باید حضور داشتن، چه اونهایی که در جبهه شام بودن یا در جبهه عراق بودن. درست. مسئولیتشون این بود اینه دیگه که اداره میدان جنگ، فرستادن نیروها، اینکه نیروهای ضربتی داشته باشه، جاسوسایی داشته باشن، همه اینها در نیروهای شناسایی داشته. بله بله. همه اینها جزء مسائلی بوده که در این دایره پیش میاد. دایره فرمانده بایستی در رساندن دین به دیگران پیش قدم باشد. بله. یعنی اینجا یک مرحله اول مسئله نماز، اقامه نماز بود، یاد دادن دین امامت بود، امامت نماز، امامت مردم بود، به عنوان امام هست، الگو هست خودش. درست. وقتی اینها الگو بود، به خاطر این الگویی که بودن واقعا مردم متأثر میشدن به اخلاقشون، بهشون ایمان میآوردن، راحت قبول میکردن اسلامو. درست. به خاطر الگو بودنشون، امامتی که داشتن. و در حقیقت والیانی حالا که امثال ابوبکر رضی الله تعالی عنه اونها را تعیین می‌کردند، یا بگیم والیان مسلمان، کسانی نبودند که بخوام حالا با زور به قدرت و ایجاد رعب و وحشت بخوام بر مردم تسلط پیدا کنن، بلکه در حقیقت اونها قلوب مردم را فتح می‌کردند، یعنی در قلب‌های مردم نفوذ می‌کردند. و البته اون هم نه به این نیت که بخواهند یعنی در پی چشم داشت دنیوی باشن، برای اینکه مردم مطیع ما باشن و اونها رو به بردگی بگیریم و به مطامع و مصالح دنیوی برسن، نه، بلکه حتی از همین مسئولیت هم هدف اونها زنده کردن دین الهی بوده.
به اینکه هم دین مردم و هم دنیای مردم آباد بکنه. بله این هدف بسیار مهم هست. بله. مسئله بعدی از وظایفی که به عهده‌شون داده بود که اداره سرزمین‌هایی که فتح می‌شد، درست، اونا را مثلا منحل نمی‌کرد که دیگه اصلا آشوب برپا بشه. هیچ اصلا اداره مهم اداره شهر، چون باید یه نظمی باشه، یه مدیریتی باید در کار باشه، مدیریت باشه، مدیریت اقتصادش هست، بازارش هست، مدیریت جامعه هست، درست، و بهترین ها هم همیشه انتخاب می شدن و اگر کوتاهی می شد هم محاسبه و مؤاخذه می شدن، به خصوص در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که دیگه قلمرو اسلامی خیلی گسترده شد، خیلی گسترده شد، واقعا مرتب همه چیز زیر نظر داشتن، چه از نظر مالی، از نظر اطاعات عباداتشون، عزیزن این که درشون روی مردم بسته نباشد، همه اینها مرتب زیر نظر داشتن. پس ولی خب میبینید که وقتی حمله میکنن یک شهری را یا غارت میکنند، وقتی که هدف دین نیست، هدف آزاد کردن انسان نیست، درست، دیگه دست به غارت میزدن، به کشتار میزدن، ولی خب ما اینو نداریم که قتل عام میکردن، کشتار میکردن. حالا خیلی چیزا در تاریخ میاد، اما اینکه آیا واقعا با واقع همخوانی داره یا نه، این مسئله دیگر هست. ولی تو کتاب‌های تاریخ چیزایی میاد میگن که فرانجا رو قتل عام کردن، و این بدور هست دستورات اسلام هست. هیچ وقت شما نگم وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه میفرستاد ولات را، فرماندهان رو میفرستاد، توصیه‌شون این بود، اول به خودشون توصیه میکردن، به لشکرانشون تقوای خدا، بعد میگفتن که تعرض نکنید به جان و مال مردم، کسانی که با شما در جنگ نیستن، پیرمردها، پیرزنها، زنها، بچه‌ها، حیوانات، درختان، بینا تعرض نکنید. بله. دائما این سفارش رو میکردن. امکان داره واقعا وقتی این همه سفارش میشون دست به قتل عام بزنن، کشتار بزنن، 100,000 نفر رو کشتن، چه خبره؟ بله. 100,000 نفر رو بکشن، اینها اومدن دین رو به مردم بزنن. بله، با اونهایی که درگیر میشدن قبول میکردن، خب جنگ بود، درگیر میشد، طبیعیه دیگه، کشته میشدن. اما اینکه بگین که بله اینا مردم رو قتل عام کردن، زنان و کودکان و بزرگساران و خردسالان، نبی چون من این امکان نداره از دید اسلامی، درست، که بیان یک شهری را تاراج ببرن، قتل عام کنن، ما در تاریخ اسلامی نداریم. بلکه برعکس، ما در خود زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وقتی که هرقل نیروهای یه نیرو بزرگ میفرسته، تقریبا دو تا نیرو، یه نیرو واقعا وقتی متوجه میشه که ابوبکر صدیق چه نقشه داره، ابوبکر صدیق 4 تا لشکر میفرسته به طرف، حالا ان شاء الله صحبت خواهیم کرد، این نابغه بودن ابوبکر، 4 تا لشکر میفرسته به طرف شام که میخواد، بله، شام اون وقت تحت تسلط امپراتوری روم بود. بله. بله. میخواد که بدین وسیله در جنگ های متفرق امپراتور روم ضعیف کنه. بله. و بتونه کم کم هی زمین ها رو از اشغال اونها در بیاره. هرق وقتی متوجه میشه یه لشکر بزرگ میفرستد. بله. خب مجبور میشن که دیگه این 4 تا لشکر، بعدم که خالد هم میفرستد به دستور ابوبکر، میگه سری خودتو برسون و فرماندهی منطقه شامو به عهده بگیر، این 4 تا رو یکی بود. آره، ابو عبیده قبلا به عنوان فرمانده کل بود دیگه در شام. بله. دستور میده به زیردستانش، به کسانی که ولات هستن در شهرهای دیگه، میگه که اون قراردادی که بستید باشون فسخ کنید، اموالی هم که گرفتید بر بگردونید، ما چون ما نمیتونیم ازشون دفاع کنیم. بله. اموالو برگردونید چون ما نمیتونیم ازشون دفاع کنیم. دقت کنید، این طرف میگه که اموالی که به ما دادن برگردونید در قبال تامین امنیتشون، الان ما نمیتونیم ازشون دفاع کنیم چون ما میخوام مجبور عقب نشینی کنیم. درست. خب این بیانگر این است که اینها هدفشون قتل و کشتار و غارت نبوده یا تجاوز کردن به برده گرفتن نبوده. و اساسانی گرامی برعکس اون، یعنی ما در حالا تاریخ، حالا تاریخ بشری حتی نگاه بکنیم، اونهایی که جبهه مقابل امت اسلامی بودن جنایت هایی را مرتکب شدن که اصلا انسان زمانی که میشنوه و میخونه یعنی موی بدنش راست میشه، که حتی مورخین غربی هم اعتراف میکنند، خبرشناسان خودشون از امثال گوستاو لوبون و دیگران تو کتاباشون بین واقعیت اشاره میکنن. در قدس وقتی که اشغال میکنن چقدر مسلمانو میکشن؟
بله. ولی وقتی که قدس بار دیگه به دست مسلمان ها میفته، صلح الدین اونها چیکار میکنه؟ با نهایت رحمت و رأفت اسلامی باشون رفتار میکنه. هر کی میخواد بمونه، هر کی میخواد بره، آزاد هست. نکنید چون صاحب یک رسالتی است، بله. یک هدفی داره. هدفش، هدف از جنگ در نزد مسلمان، در نزد ابوبکر، عمر، عثمان، علی و سایر صحابه کشورگشایی نبوده. درست. غارت اموال مردم نبوده. بله. به اسارت گرفتن مردم نبوده، بلکه درست. هدف رساندن دین به مردم بوده، آزاد کردن مردم. نه که میخواست، نه اومدن که مردم را از بردگی روم بیاره بردگی اسلام، از بردگی ایرانی ها بیاره بردگی عرب ها بیاره. بله. اصلا هدف این نبوده. همون گونه که ربیعه ابن عامر استاد حسینی گفت، ربیعه ابن عامر، بله، زمانی که بالا با پادشاه با رستم صحبت کرد، میگه که ما قومیم که خداوند ما را آورده تا تا بندگان را از بردگی، یعنی بنده ها به بندگی الله فرا بخونیم، از بله. تنگنای دنیا به وسعت آخرت فرا بخونیم، از جور ادیان به عدل اسلام اونها را فرا بخونیم. یعنی رسالت و هدف از این مبارزه و جهاد اونجا اعلام بله. میکنه. پس هدف وقتی مشخص هست برای چی؟ چرا خداوند دائما میگن که وقاتلو فی سبیل الله، بله. در راه خدا، یعنی به خاطر دین خدا، برای اینکه خدمت بشریت کنید. درست. به اون موانع را بردارید. نگفتم بجنگید تا من که پول به دست بیارید، سرزمین های بیشتری بگیرید، سرزمین ها به دست بیارید، به خاطر اینکه اسیر بگیرید، به خاطر اینکه زنان و دختران و اموال عمومی اونها را به دست بیارید و اموالشون را چپاول کنید، ذخایر ملیشون را چپاول کنید. به هیچ عنوان این نبوده. و هر جایی هم که وقتی که افرادی میشناختن که شایسته بودن ایمان می آوردن، همونجا به عنوان حاکم قرار می دادن. درست. نمیدونن که خود را بر اونها حتما تحمیل کنن، چون بحث شایسته سالاری بوده. خودشون هم که وقتی بودن اداره اون مناطق به عهده می گرفتن، با عدالت تمام برخورد می کردن. بله. چون صاحب یک رسالتی بودن. میدونی برای چی اومده؟ از بیابان مکه و مدینه بلند شده اومده مثلا به مدائن، اومده به قادسیه، رفته دمشق رفته، فلانجا رفته، فلسطین رفته. خب برای چی رفته؟ یه رسالتی داشته. بله. رسالتشون واقعا مشخص هست. اینها دیگه پیامبر اونها رو خوب ساخته بود، صلی الله علیه و سلم. واقعا قرآن در این مدت رو اونها خوب کار کرده بود که فقط به خاطر خدا باشه، نه به خاطر مسائل دنیوی یا انتقام فردی باشه، انتقام گروه از یک گروه باشه. این نبوده. و در حقیقت اینا دو تا دوره تربیتی مهم ما، یعنی صحابه رسول الله سلام پشت سر گذاشتن، که دوره تربیتی در مکه مکرمه و دوره تربیتی در مدینه منوره، که حالا مهاجرین و انصار اونجا با هم بودن. و در حقیقت اینها تربیت یافتگان مکتب رسول الله هستند و نباید غیر از این باشه، صلی الله علیه و سلم. بله. اما سوسنی گرامی، در مورد حالا بگیم رابطه ای که ابوبکر رضی الله تعالی عنه با والیان و فرمانداران خودش داشت، این رابطه به چه نحو بوده؟ یعنی اگه بالاخره حالا اشتباهی میشد، یا اینکه در کل روابطی که میان ابوبکر، حالا بگیم فرمانده کل، با فرماندهانش. بله. خب این شخصیت دیگه مشخص هست کیه. بله. و پرورده قرآن و رسول الله صلی الله علیه و سلم. به این خاطر ارتباطشون با فرماندارانشون و فرماندهانشون و استاندارانشون بر اساس همون رابطه ایمان و تقوا بود، احترام متبادل بود. از همطور که یا سفارش حضرت عمر هست و سفارش خود حضرت ابوبکر هست، میگه که به مردم نزنید که اونها ذلیل و خوار میشن. بله. تن به ذلت میدن. بله. وقتی کسی اینگونه خورد میشن، بله، شخصیتشون خورد میشه، نمیتونن در برابر باطل بیسن، حق بگن. درست. وقتی کسی اینگونه این دیدو داره، خب میگه وقتی با عموم مردم این گونه رفتار نکنید، خب با والیان خود چی گونه خواهد بود؟ خب یک رابطه متبادل هست. درست هست وقتی که اشتباهاتی میشد، اشتباه سنگین بود، مؤاخذه میشد، اجازه نمیدادن که از منصب استفاده بشه در حالت عادی. حالا در زمانی که در جنگ بوده، مثلا ناچارن خب در جنگ اکسین امکان داره اشتباهاتی رو بدهد. درست. اما که در حالت عادی و عمدن بخوان یک حاکم، یک والی، یک استاندار، فرماندار یک کاری را انجام بده،
اینجا بود که در برابرش میستادن. به خصوص این در زمان حضرت عمر ما بیشتر داریم، چون در زمان حضرت ابو هرثان دیگه مرحله فتوحات و جنگ بود و دو سال انگار بیشتر نبود. این دو سال بعد از اینکه تونست فتنه مرتدین رو خاموش کنه، خب وارد جنگ دیگه ناخواسته با ایران و روم شدن دیگه. درست. چون هم ایران وارد جنگ شده بود با امپراتور، با خلیفه رسول الله صلی الله علیه و سلم و هم رومیان. درست. رومیان که زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم اومدن دیگه، در موقع اومدن، بله اومدن، می‌خواستن اصلا حمله کنن به مدینه. این برنامه داشتن که رسول الله صلی الله علیه و سلم، می‌بینیم که در این غزوه تبوک وقتی میرن در سال نهم در اوج گرما، به خاطر این بود که قدرت خودشون اجازه ندن که بیان. درست. وارد قلمرو به دولت اسلامی میشوند. پس رومیان از اون از زمان خود رسول الله صلی الله علیه و سلم هجوم آوردن به دولت اسلامی و همچنین امپراتوری ایران هم به همین صورت با مرتدین کمک هایی کردن، هم از نظر مالی، هم از نظر سلاح، هم از نظر نیروی نظامی در اختیار اونها قرار داده بودند. خب دیگه همیشه که حالت درگیری بود. بله. اما در زمان حضرت عمر دلها میبینیم که یک کم اوضاع استقرار وقتی پیدا میکنه در مصر، در جاهای دیگه، در عراق، در شام، مرتب فرماندهان خودشونو زیر نظر داشتن، بازخواست میکردن، کسی اعتراض داشت اعلان کرده بودن که بیایید در حج، هر کی هر مشکلی داره و شکایتی از فرماندارش داره، از استاندارش داره، بیاد در حج به عرض خودم برسونه، مستقیم بیاد به خودم بگه. بله. و هر کس هم وقتی از شکایتی میشد فوری یکی رو میفرستاد برای از طرف خود در از مدینه کسی میفرستاد برای تحقیق. بله. و تفحص در مورد اینکه این فرد چیزی که در موردش گفته شده یا صحیح است صحیح نیست. بله. خب اینگونه بودن، یعنی واقعا عصر طلایی بود، زیباترین در حقیقت زمان در بشریت در چشم خودش دیده. درست. هیچ گاه اینطور چیزی بشریت تاریخ بشری سابقه نداره، اینو نداره. چون حالا بنذاریم انبیا کنار، چون حضرت سلیمان علیه السلام فرق میکنه، داوود بوده علیه السلام، اصلا انبیا بوده. ما غیر از شاگردان انبیا داریم صحبت میکنیم و تمدنی که شاگردان انبیا یا حتی کسانی که حالا اهل دین هم نبودن درست کردن. وقتی نگاه میکنیم به تاریخ بشری، میبینیم که عمر رضی الله عنه به عنوان سازنده تمدن اسلامی است چگونه برخورد میکرده. ابوبکر رضی الله عنه خب که دیگه مشخص است که اساس هم بودن بار دیگه. خب استاد حسینی گرامی، حالا در زمانی که سیرت ابوبکر رضی الله عنه رو در مورد حالا والیان و زمامدارانش میخونیم، انگار یک حالا نامه هایی رد و بدل میشده میانه ابوبکر رضی الله عنه و والیانش. بله. هر از چندگاه یک نامه هایی رو به اونها مینوشتن و یک سری چیزها رو براشون حالا شعر میدادن یا پندها، نصیحت ها. مضامین این نامه ها در کل چی بود؟ بله، معمولا مضامین این رساله ها سفارش اونها به تقوا بوده. اولین چیزی که رون تاکید می شده وقتی که والی را میفرستاد، چه حضرت ابوبکر، چه حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اولین قضیه تاکید بر تقوا می شده، بیاد خدا بودن، اینکه مسئولیت هست، امانت هست، غنیمتی نیست که تو رو بگی به دست آوردم بخوام اموال رو تاراج کنم، بر جان و مال مردم تسلط پیدا کرده ام، هر طور بخوام رفتار کنم. اولین قضیه سفارششون به تقوای خدا بود. بله. بعد حالا اگه به جنگ میرفتن میگفتن که حق تعدی ندارید، به خصوص اگه اونهایی که در صومعهشون هستن، در عبادتگاهشون هستن، به زنان، پیرمردان، کودکان، خردسالان، اینا حق تعدی بشون، مگر کسی که دیگه سلاح برداره با شما بجنگه که به عنوان یک جنگجوست، ولی کسی که تو خونش هست، تو صومعهش هست، تو عبادتگاهش هست، حق تعدی به اونها ندید. اموالشون، درختان از بین نبرید، حیوانات از بین نبرید. بله. به طبیعت و غیر نظامیان کاری نداشته. بله. این سفارش ها همیشه در نامه هاشون بوده، دائما بحث تقوا و سفارش هم بوده. خب حالا زیر نامه بوده که فرمان هاشون میگه برو حرکت کن از اینجا به فلان جا برو. بله. این نیرو جابجا کن ببر به اونجا. عملیاتی و جالب هست، مثلا نه در زمان خودش اینترنت داشته، نه بگیم که ماهواره داشته که بتونه کنترل کنه، نه بیسیمی بوده، نه موبایل بوده، هیچ، نه با اون وسایل این روزی کلا معرکه را اداره میکردن، میدان جنگ از مدینه اداره میکردن. برو این کار انجام بده، این کارها اینو در نظر داشته باش، این کار کن، تو برو فلان جا، تو برو فلان جا، فرماندهی با فلان باشه، از فلان منطقه برو، از فلان منطقه نرو.
اونها رو در معرض خطر قرار نده، در مناطق دشمن وارد نشو. سفارش هایی که دائما خیلی جالب هست از طرف ابوبکر یا عمر رضی الله عنه به فرماندارشون داده میشد، خیلی انسان تعجب میکند و چگونه این مراسلات به این سرعت هم انجام میگرفته که سریع اینها رو میفرستادن، پیام ها داده میشد و اونها سریعا هم انجام میدادن. درست. و وقت ما در اینجا به پایان رسید حسین گرامی، و انشالله منم احساس کردم چون وقت هم اومد حرف و دیگه بریدم. تشکر ممنون، الله جزای خیرتون بده. و عزیزان بیننده، همه شما را هم به الله متعال می سپاریم. الله یار و نگهدار همه تون. و صلی الله و سلم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین، و الحمد لله رب العالمین. تشکر ممنون.